عظیم. شنوندگان ارجمند، در برنامه‌های گذشته توضیحاتی درباره جنگ بدر عرض شد. در ادامه این توضیحات، قرآن مجید در آیه 43 سوره مبارکه انفال می‌فرماید: پیامبر اکرم قبلاً صحنه ای از نبرد را در خواب دید که تعداد کمی از دشمنان در مقابل مسلمانان حاضر شدند. این خواب را برای مسلمانان نقل کرد و موجب تقویت روحیه و ارادی آنها در پیشروی به سوی میدان بدر شد. در این آیه به فلسفه این موضوع و نعمتی که خداوند از این طریق به مسلمانان ارزانی داشت اشاره می کند و می گوید: در آن زمان خداوند در خواب عدد دشمنان را به تو کم نشان داد و اگر آنها را زیاد نشان می داد مسلماً به سستی می گرائیدی. از یوریکهم الله فی منامک قلیلاً ولو اراکهم کثیراً لفشلتم. و نه تنها سست می شدید بلکه کارتان به اختلاف می کشید و گروهی موافق رفتن به میدان و گروهی مخالف می شدید و لتنازعتم فی الامر، ولی خداوند شما را از این سستی و اختلاف کلمه و تنازع و آشفتگی با این خوابی که چهره باطنی را نشان می داد نظاهری را رهایی بخشید و سالم نگه داشت. ولکن الله سلم، زیرا خداوند از روحیه و باطن همه شما آگاه بود و او از آنچه در درون سینه هاست با خبر است. انه علیم بذات صدور. قرآن مجید در آیه 44 مرحله دیگری از مراحل جنگ بدر را یادآوری می کند که با مرحله قبل تفاوت بسیاری دارد. در این مرحله مسلمانان در پرتو بیانات گرم پیامبر و توجه به وعده های الهی و مشاهده حوادثی از قبیل باران به موقع برای رفع تشنگی و سفت شدن شنهای روان در میدان نبرد روحیه تازه‌ای پیدا کردند، آنچنان که انبوه لشکر دشمن در نظر آنها کم جلوه کرد. لذا می گوید: و در آن هنگام خداوند آنها را به هنگام آغاز نبرد در نظر شما کم جلوه داد. و از یوریکموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلا، ولی دشمن چون از روحیه و این موقعیت مسلمانان آگاه نبود به همین دلیل به ظاهر جمعیت نگاه می کرد و ناچیز در نظرش جلوه می کرد، حتی کمتر از آنچه بودند. لذا می گوید: و شما را در نظر آنها کم جلوه می داد. و یقللکم فی اعینهم. و این دو موضوع اثر عمیقی در پیروزی مسلمانان داشت. لذا قرآن به دنبال این جمله ها می گوید: همه اینها برای آن بود که خداوند موضوعی را که در هر حال می بایست تحقق یابد انجام دهد. لیقضی الله امرا کان مفعولا. نه تنها این جنگ طبق آنچه خداوند می خواست پایان گرفت، همه کارها و همه چیز در این عالم به فرمان و خواست او برمی گردد، بلکه اراده او در همه چیز نفوذ دارد. و الالله ترجع الامور. قرآن مجید در آیه 45 سوره انفال و آیه بعد از آن 6 دستور مهم به مسلمانان می دهد. نخست می گوید: ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که گروهی از دشمنان را در برابر خود در میدان نبرد ببینید ثابت قدم باشید. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فثبتوا. یعنی یکی از نشانه های بارز ایمان ثبات قدم در همه زمینه ها، مخصوصا در پیکار با دشمنان حق است. نکته دوم این که خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار و پیروز شوید. و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. شک نیست که منظور از یاد خدا تنها ذکر لفظی نیست، بلکه خدا را در درون جان حاضر دیدن است. این توجه به خدا روحیه سرباز مجاهد را تقویت می کند و در پرتو آن احساس می کند که در میدان مبارزه تنها نیست، تکیگاه نیرومندی دارد که هیچ قدرتی در برابر آن مقاومت نمی کند و اگر هم کشته شود به بزرگترین سعادت، یعنی سعادت شهادت رسیده است. قرآن مجید
در آیه 46 نکته سوم را این گونه بیان می کند. یکی دیگر از مهمترین برنامه های مبارزه توجه به مسئله رهبری و اطاعت از دستور پیشوا و رهبر است. همان دستوری که اگر اجرا نمی شد جنگ بدر به شکست کامل مسلمانان منتهی می شد. لذا در این آیه می گوید و فرمان خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و اطیع الله و رسوله. چهارم این که از پراکندگی و نزاع بپرهیزید تا سست نشوید. ولا تنازعوا فتفشلوا. زیرا کشمکش و نزاع و اختلاف در برابر دشمن نخستین اثرش سستی و ناتوانی و ضعف در مبارزه است و نتیجه این سستی و فتور از میان رفتن قدرت، قوت، هیبت و عظمت شماست و تذهب ریحکم. در مورد پنجم به استقامت در برابر دشمنان و در مقابل حوادث سخت دستور می‌دهد و می‌گوید استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است. واصبروا ان الله مع الصابرین. تفاوت میان ثبات قدم یعنی دستور اول و استقامت و صبر دستور پنجم از این نظر است که ثبات قدم بیشتر جنبه جسمانی و ظاهری دارد، در حالی که استقامت و صبر بیشتر شامل جنبه های روانی باطنی می شود. در آیه 47 این سوره مبارکه به دستور ششم اشاره شده است و مسلمانان را از پیروی کارهای ابلهانه و اعمال غرورآمیز و بی‌محتوا و سر و صداهای توخالی و بی‌معنا باز می دارد و با اشاره به جریان کار ابو جهل و طرز افکار او و عیادیش می فرماید و مانند کسانی نباشید که از سرزمین خود از روی غرور و هواپرستی و خودنمایی در برابر مردم به سوی میدان بدر خارج شدند. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس. همانها که مردم را از راه خدا باز می داشتند و سرانجام شکست خوردند و یسدون عن سبیل الله، هم هدفشان نامقدس بود و هم وسایل رسیدنشان به این هدف. خداوند به کارهایی که این گونه افراد انجام می دهند احاطه دارد و از اعمالشان با خبر. والله بما يعملون مهم.